معدل قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات پس از انتخابات. برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند که قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات افغانستان تعدیل شود. این پیشنهاد از سوی رئیس مجلس برای گیری گذاشته شد که با موافقت نمایندگان حاضر در مجلس روبرو شد. پیش از این برخی نمایندگان مجلس میگفتند که برخی از ماده های قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات نقص دارد و این سبب شده که مسئولان این کمیسیون در برابر مردم و ملت پاسخگو نباشند. بر اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات، مسئولان این کمیسیون در برابر هر اتهام مسئولیت دارند و کسی از آنان بازپرسی کردن نمیتواند. در این قانون مسئولیت از تعقیب عدلی اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز به دوش رئیس جمهور است و بدون موافقت وی اعضای یاد شده مورد پیگرد قانونی قرار گرفته نمیتوانند. در انتخابات گذشته اعضای کمیسیون بارها به سوی استفاده از صلاحیت های قانونی دست داشتن در تقلب و فساد متهم شدند، اما این موارد پیگیری نشد. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان یکی از طولانی ترین و پرجنجال ترین انتخابات در سطح دنیا گفته شده است. در انتخابات گذشته تا ادعاهای زیاد شده بود که در تقلب‌های انتخاباتی بیشتر کمیسیون‌های انتخاباتی و اعضای آن دست داشتند و جدا از چالش امنیت مشکلات زیاد تکنیکی و ساختاری در نهادهای برگزار کننده انتخابات مشاهده شده است. پیش از این هم گروه‌های نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان اعلام کرده بودند که برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رو بدون آوردن اصلاحات انتخاباتی لازم و گسترده تأثیرات بسیار نامطلوب را در قبال خواهد داشت. سلام و وقت بخیر. در بخش گفتگوی برنامه آقایان سارنول عبدالرؤوف نامی عضو مجلس نمایندگان، فکور بهشتی عضو مجلس نمایندگان و سید محمد شریف ناصرزاده آقای امور سیاسی با ما هستند. خیلی خوش آمدید. آقای بهشتی، در نخست با شما فکر میکنید چرا باید قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات تعدیل شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و مهمانان محترم، بینندگان عزیز. متاسفانه شما دیدید که انتخابات سال 13 93 16 همه و 24 جوزا با تقلب همراه شد که همه مردم افغانستان و بلکه به جهانیان را به وادار کردن به اینکه بالاخره اعتراضاتشان بلند شد و در پی اصلاح نظام انتخاباتی شد. و متوجه هستیم که در توافقنامه‌ای که بین دکتر سید عبدالله و دکتر سید اشرف غنی آمده، یکی از اساسی ترین موادشان همه اصلاح نظام انتخاباتی است. بنابراین انتظار و توقعی بود که بعضی که اینا تمراسم تحلیف انجام میده این کار رو اقدام میکنه، چون در اونجا ظاهرا اگر اشتباه نکنم یادآوری شده که بعد از یک ماه این کمیسیونی برای اصلاح نظام انتخاباتی تعیین و بالاخره موظف میشه که هنوز هم این کار نشده. بنابراین یکی از ضروریت های بسیار اساسی در نظام انتخاباتی اصلاح نظام انتخاباتی است که شامل قانون انتخابات است و قانون صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی است. بنابراین در انتخابات گذشته سال 83 84 88 89 دیدیم یک سری مسائل تجربه کردیم. قانون انتخابات خود در دو دوره گذشته، یعنی در سال 83 84 88 89 بر قانون نبود، یعنی فرمان بود، بر اساس فرمان انتخابات انجام شد. در سال 80 در سال 83 در دیدیم که انتخابات در روشنای قانون انجام شد، هم قانون انتخابات پا شده شورا و هم قانون صلاحیت ها و وظایف کمیسیون ها پا شد. ما در انتخابات گذشته کمیسیون انتخابات صلاحیت های فراوانی داشت، بعد در کنارش کمیسیون شکایات بودن. کمیسیون شکایات دائمی نبود، برای مدت 3 ماه اینا به اساس حکم رئیس جمهور ایجاد می شد که 5 عضو داشت، دایره 3 عضوش خارجی بود، 2 عضوش داخلی. بعد این با واکنش اعضای پارلمان روبرو شد، این دائمی شد در قانون بعدی. به هر حال با مشکلاتی که ما در انتخابات دیدیم، تجربه‌ای که کسب کردیم، باور ما بر است که هم قانون انتخابات و هم قانون صلاحیت و وظایف کمیسیون انتخاباتی نیاز به اصلاح دارد. بله، فکر می‌کنم تنها با آوردن اصلاحات در قانون انتخاباتی یا قانون تشکیل وظایف باشه یا قانون انتخابات باشه، او اصلاحات انتخاباتی که نیاز است و هر دو رهبران حکومت وحدت ملی وعده دادن شامل شود کلیت اصلاحات انتخاباتی را.
بله، ما باور میست که انتخابات اصلا رهنماییش و به دست قوانین انتخاباتی است. مثلا اگر شما ببینید در قانون فعلی خوب مشخص نشده که افراد چی گونه بیای رای بده، خب فقط در 5-6 انتخاباتی بوده صرفا کارتی که از طرف کمیسیون انتخابات توزیع شده، کارتی که هم بالاتر از افراد عاجز شرایط، مثلا ادعا میشه که 19 میلیون کارت توزیع شده، ولی وقتی که در انتخابات میه از 5-6 میلیون بیشتر حاضر شده نمیتونه، بقیه از کجاست؟ خودش یک فساد را در جریان انتخابات به وجود میاره که یک نفر میتونه از 10 کارت استفاده کنه. اما در قانونی که بعداً بیاید اگر اونجا ذکر شود که هر فرد فقط میتونه بر اساس همون سند تابعیتشون بیاید رای بده، یکی از راه هاست. آقای نامی، اونچه که تعدیل گفته میشه در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات، فکر میکنید کدام موارد یا ماده هایش است که بیشتر به تعدیل نیاز داره که تعدیلاتی وارد شود در قانون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم حضور میهمانان عزیز و شما و بینندگان عزیزی برنامه آخری خط. پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم، میره میخوام تصریح کنم که هر قدر قانونی عادلانه و قانونی بسیار عالی و خوب اگر ساخته شود که به دست مجریانی ناخلف اگر سپرده شود، بازم از او سوء استفاده صورت میگیره. ام رقمی که گاهی دیده شده که حتی از قرآن کریم مردم سوء استفاده کرده، ولی باز هم چاره نیست جزی که در قانون بازنگری شود. در قانون انتخابات یک مشکل حقوقی یا فعلا شورا به او روبرو است که ایجاب میکنه تا تفسیری این موضوع از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواسته شود و بنا به نظری از اونا در قانون انتخابات تعدیلات بیاید. اما قانون تشکیل و وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نیازی به این گپ نداره، از صلاحیت های شورای ملی است تا با آخر میتونن در این قانون تعدیلات را وارد کنن. تعدیلات در هر دو قانون نیاز است که باید وارد شود؟ یقینا که در قانون انتخابات حتی بیشتر نیاز است، چون قانون متنی است. قانون تشکیل و صلاحیت قانون شکلی است که از نظر شکلی کمیسیون ها را در مورد کمیشنراشان و شرایط گزینش اونها بحث میکنن. فعلا این قانون در کمیسیون عدلی و قضایی است که من هم در اونجا عضویت دارم. فعلا در 10 ماده از این تعدیلاتی پیشنهاد شده که این از طرف مجلس نمایندگان در مجلس عمومی رأی میگیره نمیگیره و موضوع جداست. منتها تشخیص ما است که در ماده 4 باید تعدیل بیاید که در گذشته ماده 4 کمیته گزینشی را داشت که او کمیته عبارت بود از رئیسی مشران جرگه، رئیسی ولسی جرگه، قاضی القضات و یک نفرم از جامعه مدنی که اینا 27 نفره به رئیس جمهور پیشنهاد میکردن مطابق شرایط ماده 7 همین قانون، با در نظر داشتی شرایطی که در ماده 7 تصریح شده که اونجا واجد شرایط بودن و تحصیلات و تجربه و در اون ماده 7 ذکر است. بعد از میان اینا رئیس جمهور 7 نفر را به حیث کمیشنر انتخاب میکرد. متاسفانه در دوره گذشته که بر امین مبنا افراد انتخاب شدن از طریق کمیته گزینش اینا رفتن، متاسفانه دیدیم که هر یکی از اعضای کمیته اغراض شخصی خودشان در اونجا دخیل بود. کسانی را که زیاد شهرت نیک داشتن، شایستگی عالی داشتن، حتی در کمیته اینا او را گزینش نکردن، پیشنهاد به رئیس جمهور نکردن. در اینجا دست رئیس جمهور هم باز نبود که او خودش از میان تعدادی که خودش میشناخت انتخاب بکنه. او هم ناگزیر از میان 27 نفر کسایی را انتخاب کرد که مشکلاتی بیشتر برای افغانستان ایجاد کردن. حالی ما یک کمیته گزینش کلن پاس کردیم. در اینجا ما دو گزینه داریم، دو گزینه را ما پیشنهاد کردیم. یک گزینه ایست که اگر از شورا رای بگیره، یک گزینه ایست که
ما شرایط سخت گذاشتیم. برای لیسانس 7 سال تجربه کاری در نظر گرفتیم. برای ماستر و دکترا 4 سال تجربه کاری در نظر گرفتیم، در حالی که در قانون گذشته 5 سال بود و 3 سال. بله، این تجربه کاری در حوزه انتخاباتی یا که در هر بخشی که باشه، فاکولته هاش مشخص شده، اما در حوزه انتخاباتی به خاطر از این منحصر نساختیم که ما کمیشنرهایی را که در دوره های گذشته داشتیم تجربه خوب از اونا نداریم که باز ما منحصر بسازیم قانون با آمدنی از اونا. ما حتی کوشش داریم قانون رقمی ساخته شده که این کمیشنرهایی که تجربه شده اینا نیاید. واقعیت هم نیست. اینجا شرایط بگونه هست که این گزینش از اینا بگونه هست که رئیس جمهور در توافق یا در تایید رئیس اجرایی کمیشنر را انتخاب میکنه، دیگه کمیته گزینشی وجود نداره. بعد این 7 نفر میان از شورا رای میگیرند. بعد از رای گرفتن اینا در جریان انتخابات ماور مسئولیت دارند که به رئیس جمهور و به شورای ملی از اجراعاتشان گزارش بدن. در ما اینا را یک صلاحیتی که هیچ مسئولیت نداشته باشند این گونه قانون این بار نمی سازیم. به همین دلیل در ماده 26 در جزء 3 که گفته فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی است و غیر قابل تغییر است، ما غیر قابل تغییری از این را برداشتیم. اصلا این مطابق ماده 122 قانون اساسی که هیچ قضیه از صلاحیت محکمه بیرون نیست، به خصوص قضایای مدنی و قضایای تجارتی، ای اصلا در گذشته خلاف این ماده میتونست باشه. ما این دوره گفتیم که در جزء 12 تعدیل را که ما آوردیم در جزء 12 ماده 26 قانون تشکیل و وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات، ما این تعدیل این گونه آوردیم که قابل تغییر بودن را برداشتیم. ما فیصله های کمیسیون شکایات نهایی دانستیم، اما از نظر اداری ما خود دو گونه مراجعه داریم، یک مراجعه به مراجعه اداری است، یک مراجعه قضایی است. مراجعه قضایی باید دروازش باز باشه، چون در قانون اساسی هم انتخابات یک حق دانسته شده. وقتی که این حق از طرف اداره تلف می شود و دلایل روشنی هم مدعی پیدا میکنه، حق داره که در محکمه برای وید موردش خیلی مهم است. چند موردی که هست در ده ماده تغییر آوردیم که ما دو موردی بسیار مهمه اینجا ذکر کردم، باز در نوبت دیگه بقیه را هم ذکر میکنم. خیلی سپاس آقای ناصرزاده. در کل اصلاحاتی را که رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تعهد سپرده بودن، آقای بهشتی اشاره کرد بخش برمیگرده به اصلاحات انتخاباتی، در حدود 80 روز هم سپری شده از عمر حکومت. چقدر این تعهدی که در راستای آوردن اصلاحات انتخابات داشتن شما مشاهده کردین که واقعا چنین چیزی صورت میگیرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما جناب آقای بهشتی و آقای نامی و بینندگان محترم شما، خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه دولت وحدت ملی افغانستان تا هنوز به صورتی که وعده هایی را که به مردم افغانستان داده بود در رابطه با کمیسیون انتخابات و این که یک راه و روش درستر و اساسی تری را در جهت از این که ما بار دیگر با عاملی برای تقلب در اینجا نداشته باشیم و تقلبی در اینجا صورت نگیرد، هیچ گونه اقدامی را روی دست نگرفته. تا هنوز امو کمیسیون انتخابات و امو کمیسیون شکایات انتخاباتی است، هیچ گونه بازخواستی در این رابطه صورت نگرفته، در حالی که مردم و تمام جهانیان شاهدی عزیز بود که این کمیسیون ها افغانستان را به سوی بحران برده بود. یعنی انتخابات را نه از خود توسط رأی مردم در اینجا نتوانستن رأی مردم را بیرون بکشه، بلکه یک بحران بسیار فزاینده ای را به وجود آوردن که ما بالاخره در اثر تلاش های دو تیم باعث به وجود آمدن یک حکومت وحدت ملی در داخل افغانستان شدیم. که حکومت وحدت ملی اولویت کاریشی بود که به خاطر از اینکه ما بتوانیم یک حکومت مردم سالار را در داخل افغانستان داشته باشیم، ناگزیر هستیم که کمیسیون انتخابات را اصلاحاتی را در کمیسیون انتخابات به وجود بیاریم. وقتی که می‌خوایم در رابطه با کمیسیون انتخابات یک اصلاحاتی را به وجود بیاریم، این در واقع تضمینی است در جهت رأی مردم.
رأی مردم چگونه باید تضمین شود؟ بزرگترین مسئله ایره که باید مد نظر دولت وحدت ملی و وکلای محترم مجلس باشه ای است که رأی مردم را باید در اونجا حفظ بکنیم. وقتی که در قانون انتخابات نوشته است که انتخابات باید شفاف باشه، رأی مردم حساب شود، و حتی در بسیاری از کشورها و فکر میکنم که در قانون انتخابات این جمع است که ما متاسفانه درست مطالعه نکردیم که قبل از اینکه مردم رأی بده، تمام حوزه های انتخاباتی تعداد افرادی که در اونجا رأی میده باید معلوم باشه، و در اون حوزه تعداد مردمی که میخواد به انتخابات اشتراک بکنه برای تمام کسایی که کاندید است و نماینده های کاندید است و کمیسیون مستقل انتخابات معلوم باشه. به این ترتیب است که ما میتونیم که تعداد آرای مردم را قبلا هم به دست داشته باشیم و به صورت درست و اساسی، مثلا این حوزه شما که در همینجا باشه، تعداد رأی زی باید قبلا برای تمام وکلا و کمیسیون انتخابات معلوم باشه، در حالی که در اینجا این چنین نیست. تعداد کارت هایی را که اینا پخش میکنن بیشتر از تعداد نفوذ افغانستان است که در اینجا بین مردم پخش کرده. پس بنابراین یک ضرورت حتمی و قابل درکی است که در کمیسیون انتخابات یک اصلاحات فراگیری به وجود بیاره که اصلاحات باعث تضمین حفظ آرای مردم در رابطه با به وجود آوردن یک حکومت مردم سالار باشه. بله، در حال حاضر که ما پیشتر اشاره کردم واقعا چقدر ذهنیت و اراده دیده میشه، هم در اراده رئیس جمهور و هم رئیس اجرایی حکومت برای آوردن اصلاحات و مردم آزاد، مخصوص اصلاحات انتخاباتی. و ای حالا انتخابات به هر شکلی که بود سپری شد، فکر میکنیم اگر اصلاحاتی که توقع مردم است به وجود بیاد، چقدر میتونه دوباره حیثیت انتخابات و رأی که مردم دادن بر بگردونه؟ خب انتخاباتی که قبلا صورت گرفته، اون چیزی که واضح است، دولتی که به وجود آمده دولتی نیست که فرایند انتخابات باشه، دولت وحدت ملی است. وعده هایی را که رئیس شورای اجرایی و ریاست محترم جمهوری در ارتباط با کمیسیون انتخابات داده بود، این وعده ها بود که ما اصلاحاتی را در کمیسیون انتخابات به وجود میاریم. بنابراین مردم افغانستان منتظر هستند که اصلاحات تا چه اندازه به وجود میاد، چه اراده ای در رابطه با این اصلاحات وجود داره، آیا اراده سیاسی ریاست محترم جمهوری و اعضای تیم از اونها همچنان یک اراده ای داره که در جهت اصلاحات کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی اقداماتی را به وجود بیاره که اقدامات باعث اطمینان مردم در جهت رأی دادن دوباره در رابطه با انتخابات باشه. سپاسگزارم. ادامه این برنامه پس از وقفه کوتاهی. باز هم خوش آمدید. آقای بشتی، آقای نامی اشاره کردن چند تعدیل است که باید در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات وارد شود. دو موردش خیلی برجسته بود که کمیته گزینش شد و همچنان فیصله نهایی که کمیسیون شکایات انتخابات داشتن. در کلیت اصلاح نظام یا پروسه انتخاباتی باید چی موارد در نظر گرفته شود؟ معتقد هستم که همونطور جناب آقای نامی مطرح کرد، اساسی ترین مسائلی که در انتخابات باید روی دست گرفته شه قانون انتخابات است و بسیار مهم و عمده است. ما در گذشته چون خود ما مربوط کدام حزب سیاسی نیستیم و عضویت نداریم و علاقمند بودیم، طرفداری بودیم که رای ها واحد و غیر قابل انتقال باشه، چون فکر میکردیم که بنفع ماست. اما حالا این بنفع شخص ما هست، چون ما در حوزه که کاندید میشیم دیگر اگر حزب نباشم باور ما است که ما میتونیم برنده باشیم، ولی اما این به هر منافع کشور نیست، منافع انتخابات نیست، بل منافع انتخابات. بنا خاطر از اینکه ما همین پارلمان هم که میبینیم الان متاسفانه پارلمان یک سنتوسو نداره، از اینکه یک حزبی قوی داخل پارلمان نیست. در بقیه دنیا که میبینیم همین حزبی که در قدرت است پارلمانش هم قدرتمند است، اعضایی که طرفدار یک جناح است و حاکم است، حزب حاکم قدرت است، قدرت خود اعمال میکنه، برای کشور خود خدمت میکنه، امنیت منافع ملی است تامین میکنه، رفاه اجتماعی برای مردم میاره، خدمات ارزم میکنه. اما ما امروز احزاب کلا اصلا احزاب در قانون انتخابات هیچ در نظر گرفته نشده. بله، یعنی پیش میگین ما... اولویت ها و الزامات است که باید ما احزاب ما در قانون باور انتخابات اگر تعدیل وارد نشه باید این بار بله. نظر ما پیشنهاد ماست. ما باور برداشت ماست که گش انامس مطرح کردن در پارلمان دو دیدگاه است فعلا. یک دیدگاه است که ما در سال آخر کار خود قرار داریم، ما نمیتونیم قانون انتخابات روش بحث کنیم. بله، حالا این مشکلی حقوقش است که شما کردن فکر کنم این برمیگره به سوال تکنینی که سوال ما برداشت میست که ما در سال پنجم قرار نداریم.
ما فعلا در اجلاس هشتم هستیم. ما وقتی وارد اجلاس نهم شده میرن در سال پنجم. بنابراین ما میتونیم قانون انتخابات هم بحث کنیم، به هر صورت ازش بگذریم. ولی اون چی که بسیار مهم است در قانون انتخابات نقش احزاب است، هم در ریاست جمهوری و هم در پارلمان. در پارلمان یک مورد، مورد دیگه که باید در نظر گرفته شه، ما نمیخوایم بگیم که کل کاندیدای مستقل حذف کنیم، نه، این راهی وجود داره که درصدی رو برای احزاب در نظر بگیریم، بعد کاندیدای مستقل هم براش حق بدیم. این میتونه در بقیه دنیا، خیلی جای دنیا هم این قانون وجود داره، در افغانستان نداره، نیست. این باید پیدا شه، این راه باید پیدا شه، احزاب قوی باید در صحنه بیاید. یک مورد. مورد دیگه که در قانون انتخابات بسیار بسیار مهم است، مسئله مشخص کردن حوزه انتخاباتی و تعداد افرادی که در حوزه رای میده. این بسیار بسیار اهمیت داره، بسیار مهم است. ما میبینیم که در یک حوزه ای که وقتی دو یک محل است، دو تا صندوق گذاشته میشه، اما در انتخابات دیدیم که چندین هزار رای از اونجا برآمد. هیچ کسی استدلال نمیتونه، چون خب متاسفانه چیزای به این انتخابات خیلی با هیچ چیز جور نمیه. این منطقی که به انتخابات گذاشت با هیچ منطق جور نمیه. اما وقتی که همه حوزه تعدادش مشخص باشه که تعدادی مثلا تعداد افرادی که در حوزه الف حاضر است که برای دادن شرکت کنه و چرا این قرار نفر است، چقدرش حاضر میشه برای رای دادن، طبیعی بله تعداد کلیت احسایه از رای دادن باید وجود داشته. این بسیار بسیار مهم است. در علاوه بر اینی که در سطح کشور ما شما مشخص میکنیم چقدر افراد واجد شده برای انتخابات است، ولی در هر حوزه باید این مشخص شده تا از تقلب جلوگیری شه. مورد دوم که در انتخابات بسیار بسیار مهم است به نظر ما این است. مورد سوم، خلاصه چیزی که در انتخابات بسیار حائز اهمیت است، مسئله تذکره یا کارتی که به او رای میده. حالا خب یک استدلالی که است که بالاخره تذکره دادن در افغانستان بسیار زمان بر است، در جای دیگه میگه تجربه شده، 5-6 سال هم در بر میگیره. اگر چنین باشه خب ما ریزی اصرار نمیتونیم، ولی میخواییم بگیم که این کارتایی که فعلا هست، این کارتا به یه جای اعتبار نداره پیش مردم افغانستان. اگر در انتخابات بعدی که در سال آینده برگزار میشه، باید حد اگر تذکره الکترونی که توزیع نمیشه، باید کارت از اول توزیع شود تا کارتایی که بر اساس اون کارت هویت افراد تشخیص شود. و اگر کسی بتونه با یک اسم دو کارت را بگیره، باید سیستم مجازات اونجا مشخص باشه که آدم مجازات شده برابر قانون. این دو. مورد سوم، در قانون انتخابات باید یک شیوهی برای مکافات و مجازات اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت گشت در قانون تشکیل و صلاحیت و وظایف چه باید ذکر شده، در قانون انتخابات هم جا داره که از این مسائل یادآوری شد تا اینا هم در کلن براعت مسئولیت کلی نداشته باشه. حالا ما عضو پارلمان هستیم، عضو پارلمان در خیلی از مسائل مسئولیت داره، ولی در برابر جرم مشهود ما نمیتونیم خود قناعت بدیم ما باید مسئول باشیم. اگر کسی از یک عضو پارلمان جرم مشهود مشاهده میکنه، پلیس حق داره دستگیر کنه، سازمان حق داره تحقیق بکنه، محکمه حق داره براش قضاوت بکنه. ولی در حالا قانون انتخاب، در مملکت انتخابات پیشو دیدیم اینا را هر کدومش با اسناد، با مدارک، با صدا، با همه چیش گرفتن، ولی پس دنبالش او رو زجیب بود. یک کسی که در همی چیزا متهم است، بازو یک چه میتونه برای خلاصه برای یک کسی که آدم وزی مشون جرگ است، آدمی که در طول سال کار کرد خوب کرده و یه تقدیرنامه کار کرده خوب برای از دست کی آدم دادنش، آدمی که در رأس تقلب داشت خوب نمیشه نامش بگیرن با معذرت دیانا خوب همه دیدن و بسیار جای تعجب بود برای ما. به هر صورت در عوضی که اینا بیاین مورد پیگرد قرار بگیرن، اینا مردم مطمئن شوه که اگر در این کشور کسی خیانت بکنه باید دوباره برای بله. یک مورد دیگر هم که خود نامی اشاره کردن، خوب اگر جامع ترین و کامل ترین قوانین هم به دست مجریان بد یا ناخلف بگذاریم، باز هم ما یک نتیجه خوبی نمیتونیم از این راه به دست بیاریم. پس چگونه میشه با وضع کردن محدودیت های قانونی یا دادن صلاحیت های قانونی به کسایی که در کمیسیون های انتخاباتی هستن واقعا پاسخگویی به وجود بیاد
چگونه باید مردم مطمئن شود؟ دقیق است، فرمایش های نامیم دقیق است. خب در خیلی از دنیا، ولی اگر راه ها و روش های بهتر ما انتخاب بکنیم، ما به حد اقل میرسانیم. اینی که انتخابات بعدی 16 حمل به 6 میلیون نفر نرسید، انتخابات 24 جوزا به 8 میلیون انتخاب پیدا، شما وجدان تن از کجا میشه اینا؟ در حالی که این انتخابات 16 حمل بیشترین آرا را مردم را که تجمع دادن و در صحنه آوردن، اعضای شورای ولایتی بودن، اما در انتخابات بعدی کی بردن اینا را؟ تا جز تقلب بردن. و بنابراین این میتونه این راه را، این آمار را کاهش بده و تقلب پایین بیاره در تمام انتخابات. بله، اصلاحات دراز مدت و کوتاه مدت که گفته میشه، میشه که در این میتونه این راه های باشه. سپاسگزار. و خواهی نومی سه مسئله بیشتر اشاره شد که ارگاه حرف اصلاحات انتخاباتی یا اصلاحات در حوزه انتخابات کلیت به وجود میاد، سه مسئله خیلی برجسته است. یکی که تذکرهای الکترونیکی باید جایگزین کارت های کاغذی شود، احصایه دقیق هم از رای دهنده ها وجود داشته باشد در هر حوزه و هر محل، و همچنان تغییر ساختاری در کمیسیون های انتخاباتی. فکر میکنید چقدر این زمان بر است و یا هم ممکن است که انجام شود این مسائل؟ بسیار خوب، به نظر ما تذکره فعال قراری که همین فعلا اطلاع داریم، خود حتی مریل اجرا نیست، سرش بحث دارن و تلاش دارن که باز به تذکره یکان نگرش های قومی وجود داره که میخوان باز قانون تعدیل بیارن. این خودش نشان دهنده ای است که هنوز هم این نافذ نیست، عملا نافذ نیست. از نظر قانونی و حقوقی خود نافذ هست، از 8 ماه به این طرف، از 10 ماه به این طرف باید نافذ می بود مطابق قانون. و اگر این نافذ هم باشه، فعلا اینا ادعاش آن است که ما با 5000 نفر روزانه ظرفیتی را داریم که تذکره الکترونیک توزیع بکنیم. اگر گفتن ما بسیار تلاش زیاد بکنیم و کشورهای که این تجربه را گذشتاندن با ما همکاری بکنن، حدی اکثر ما میتونیم روزانه 50000 نفر را تذکره بدیم. در صورتی که اینا 50000 نفر هم تذکره بدن، اگر بخوان از 18 سال بالا را اینا صاحب تذکره الکترونیک بسازن، 18 ماه وقت هم میگیره. یقینا چرا در میانی هفته ها روزای رخصتی هم وجود داره و شاید مشکلات دیگری هم وجود داره. ممکن 16 یا 15 میلیون نفوس بالای سن 18 ما داشته باشیم. در این صورت اگر 50000 هم که روزانه توزیع بکنن، 18 ماه وقت هم میگیره. بعد ای شامل دیتابیس میشه و شامل سیستم انتخاباتی که یک 4 ماه دیگه هم کار داره، یعنی در حدود 2 سال هم میگیره. در صورتی که اینی از آخرین ظرفیتاشون اینا استفاده بکنن، 2 سال به تعویق افتیدن انتخابات پارلمانی از نظر قانونی جای نداره، یک زمان بسیار طولانی است. اگر عدول هم میشه و از قانون، باید در یک حدی شوه که قابلی قبول و پذیرش بوده باشه. این یک موضوع. موضوع دوم، ثبت نام رای دهندگان شما گفتین. ثبت نام رای دهندگان میسر هست اگر یک کمیسیونی فعال بوده باشه. محلات افغانستان تشخیص است، واضح است، روشن است. اینا میتونن رای دهندگان تا یک جدول جدا نام و ولدشون مطابق با تذکیره ای که در دسترس دارن، ثبت نام رای دهندگان صورت بگیره و با هر صاحب تذکیره یک کارت داده شوه و نامش خوانده شوه در محل، بیای رای بده. اگر حاضر بود رای میده، اگر نبود رای نمیده. این میسر است. این نه تنها این نظر من نیست که، بلکه ما در کمیسیون بارها از جامعه مدنی وقتی که صاحب امی تجارب بودن افراد اشخاص خواستیم، اونا هم این را میسر دانستن، گفتن این ممکن است. و موضوع سوم، اصلاح کمیسیون ها. اصلاح کمیسیون ها، اصلاح کمیشنر ها، این هم تا حدی میتونه مشکلات حل بکنه، اما با یک مشکل بسیار اساسی که از نظر حقوقی مشکل خلق میکنه، با او اشاره میکنم که ماده 156 قانون اساسی، اگر اشتباه نکنم ماده 156 است یا 158، کمیسیون انتخابات مکلف به برگزاری انتخابات هم ساخته و هم نظارت میکردگی انتخابات هم خود کمیسیون دانسته.
این در این ماده نقص بسیار کلان وجود داره از نظر حقوقی، امی که تفکیک قوا در سطح یک کشور وجود داره به خاطر از اینکه استبداد نیاید. اگر مجری خودش نظارت کننده بوده باشه طبیعی است که استبداد به میان میاره. مشکل اساسی یقینا دیگه آنچه که خودش قانون متخلف میدانه در نظارتش اونجا را نمیگیره، در نتیجه استبداد میآید. در حقیقت هم خودش کوزه و هم کوزگر و هم گلی کوزه. در این صورت پس میگن مشکل حل نمیشه. تغییراتی در ساختار کمیسیون یا شیوه گزینش اعضای کمیسیون میآید، اون نظارت قانون اساسی برش داده نمیتونیم که از پیش بگیریم نظارت کلی را که برش با پروسه انتخابات داده. یقینا هر قانونی را که ما میسازیم باید خلاف قانون اساسی از نظر حقوقی نباشه. امی گذشتن هم که ما قانون تشکیل و صلاحیت و قانون تشکیل و وظایف صلاحیت های هر دو کمیسیون را ساختیم، ما کمیسیون شکایات انتخاباتی را کمیسیون مستقل دانستیم. اصلا نه استقلالش مبنای قانونی داشت و نه تا موجودیتش. کمیسیون شکایات انتخاباتی به نام کمیسیون مستقل در قانون اساسی هیچ تذکر نرفته. فقط این ماده 156 قانون اساسی مرجع برگزار کننده انتخابات کمیسیون انتخابات دانسته و نظارت کننده بر هر نوع انتخابات، نه تنها انتخاباتی پارلمانی و ریاست جمهوری، بلکه انتخابات های گوناگونی که در سطح کشور، حتی شوراهای قریه، حتی در انتخاب رئیس شوراهای انکشافی وقتی که صورت میگیره کمیسیون انتخابات ناظری بر او دانسته شده. بنابراین اینا هم مجری و هم نظارت کننده. در اینجا طبیع است که این صلاحیت کلانی که در کشوری مثل افغانستان به یک فرد وقتی که داده می شود، با توجه به گذشته ای که ما در افغانستان داریم، عقده‌هایی که وجود داره، عقده‌های سمتی، عقده‌های تعصبات قومی، زبانی، مذهبی، همه این ناهنجاری ها باعث می شود که یک آدم وقتی که خود معاف فکر میکنه و مسئولی 100% فکر میکنه، با توجه به ای که آلی ارزشی در افغانستان غیر از پول وجود نداره، یعنی معیار برتری در کشور ما باز بخصوص بعد از ای که این نظام سر کار آمده، یک معیار برای برتری افراد وجود داره که داشتن سرمایه است. بنابراین از این مسئولیتی که دارن به این معیاری ارزشمند و معیاری ارزش کمیاب خدا می رسن. مانده بود اگر اشاره کنیم که کدام مواردی است که باید تعدیل شوه، باز برگردیم با آقای ناصرزاده. ما برای در قانون گذشته ایتو بود که جلسات کمیسیون ها به اکثریت اعضا دایر می شود و فیصله هاشان به اکثریت نسبی که در اون مجلس هستن. فیصله ها نگیم بهتر است، چون فیصله کلمه است که به محکمه محول می شود، بیشتر تصامیمشان اکثرا به امو اکثریت نسبی که در اون مجلس حضور دارن صورت می گرفت، که این در حقیقت ما عملا دیده بودیم که استبداد کرد. حتی فیصله های کمیسیون ما دیدم که با دو نفر اعضا فیصله شده، چون در مجلس 3 نفر بوده، 2 نفر رأی داده که امیت شوه، 2 نفر شده. ما در اینجا این تعدیل آوردیم که نصاب جلسات بر اکثریت کل اعضا، نصاب جلسات ما اکثریت کل اعضا را دانستیم، یعنی 9 نفر کمیشنر باید 6 نفر حاضر بوده باشه و تصامیم هم با اکثریت کل اعضا باید گرفته شود، یعنی 6 نفر رأی مثبت بتن یا رأی منفی بتن که یک موضوع در موردش تصمیم گرفته شود و قطعی باشه و این تصمیم جایگاه حقوقی داشته باشه. ما اکثریت نسبی را در این بار ما نپذیرفتیم و همچنان رئیس و معاونین دارالانشارکی، 2 معاون، احیانا 3 معاون می داشته باشه، معاون تحلیل ارزیابی داره، ما رئیس و معاونین دارالانشا را در او دوره بسیار در موردشان سهل گرفته بودیم. این دوره ما پیشنیادمان ایست که رئیس و معاونین دارالانشا به پیشنیاد اکثریت اعضای کمیسیون انتخابات صورت میگیره، عنوانی ریاست جمهوری، بعد
ای میایه به رئیس اجرایی، بعد رئیس اجرایی را که تایید کرد رئیس جمهوری را منظور کنه. در غیر از او ای با آسانی نتانه در اونجا راه پیدا بکنه. یک تعدیل مهم دیگه ای را که داریم نیست. و در ماده 12 هم ما دو نفر ناظر ملل متحده پذیرفتیم. قبلا پذیرفته نشده بود. قبلا پذیرفته نشده بود. این دوره پیشنهاد ما است که اگر شورا باز به ای اگر رای بده، ما دو نفر ناظر به دلیل از این پذیرفتیم که ما در گذشته خواستیم یک انتخاباتی بین الافغانی داشته باشیم. بعد در نتیجه ای شد که ما دو ناظر نپذیرفتیم، همه ناظرین کشورهای دنیا جمع شدن تا انتخابات ما را حل کنند. ما خوب بود که هم دو نفر را میپذیرفتیم تا جلوگیری میشد از آمدن صدا ناظر. حالا ما نظر کمیسیون عدلی و قضایی است که دو نفر ناظر از ملل متحد پذیرفته شود، ما را آخر رأی نداشته باشند، انتخابات را نظارت بکنند. سپاسگزارم. آقای ناصرزاده، موارد خوب اشاره شد در بحث که اگر در نظر گرفته شود خیلی مفید است برای اصلاحات انتخابات. اما در کل با توجه به حساسیت ها و تنش هایی که در پروسه انتخابات وجود داشت، مشخصا در دور دوم در بین دو نامزد و جنجال هایی که به وجود آمد، فکر میکنین چقدر اونها تاثیرگذار است در آوردن اصلاحاتی که در پروسه انتخابات یا در کمیسیون انتخابات آورده شود و همچنان یک توافق دیدگاه بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی وجود داشته باشد، در راستا مشکلی به وجود نیاید؟ ببینین، اگر حکومت وحدت ملی واقعا بخواهد او آرزوهای مردم را برآورده بسازد، یکی از آرزوهای بزرگ مردم اصلاحات در کمیسیون انتخابات، یعنی کمیسیون انتخابات عامل برای بحران شد، عامل برای دویت شد، عامل برای نفاق شد. و شما شاهد از این مسئله بودین که چگونه افغانستان و انتخابات افغانستان آهسته آهسته به سوی بیراه میرفت. و اگر چنانچه اینا خودشان، یعنی دو تیمی که با هم در رأس قدرت آمدن، نمیتوانستن توافق بین هم به دست بیارن، بحرانی که در داخل افغانستان به وجود میمد عاملش کمیسیون انتخابات بود. پس به خاطر از اینکه ما یک اصلاحات درست و اساسی را به وجود بیاریم، دولت آقای غنی مکلف است تا در این جهت تضمین هایی را برای مردم افغانستان بده تا بار دیگر مردم افغانستان بتوانه با چهره بشاشتر، خوبتر و با اطمینان کاملتر روی صندوق های رای بره و اونجا رای خود را برسه و مطمئن باشه که رایشان دوباره حساب میشه. اگر چنانچه دولت آقای غنی این کار را نکنه، بدون هیچ گونه شک و شبهی نمیتونه اعتماد و اطمینان مردم را در جهت یک انتخابات شفاف و آزاد به وجود بره، در حالی که اساس یک حکومت مردم سالار امی انتخابات است. و اگر چنانچه انتخابات تضمین در جهت رای مردم نباشه، به هیچ وجه نمیتونه ادعای یک حکومت دموکراسی را بکنه و این خودش مملکت را و افغانستان را به سوی استبداد، به سوی بحران و به سوی دویت میبره. بله، حالا شما در جریان هستین که در کل در دور دوم انتخابات بیشتر کمیسیون انتخابات جانبدار تلقی شده بود از سوی یک تیم که به نفع تیم دیگه کار کرده و کمیسیون هم در حدود 5000 کمتر یا زیادتر نامزد کارمنداش خودش اخراج کرد به دلیل تقلبی در انتخابات صورت گرفته بود. در اون وقت هم به نوعی از سوی یک تیم دیگر رد میشد این مسئله که اگر تقلب هم در انتخابات صورت گرفته، نمیتونه که کلان از جانب کمیسیون باشه، شاید کسای دیگری هم بودن که در اینجا تقلب کردن. حالا در حال حاضر فکر میکنین چقدر هنوز هم همون موارد وجود داره در بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی و تاثیراتی داشته باشه در آوردن اصلاحات؟ خب متاسفانه شاید دیدگاه ها همچنان در یک تیم برنده وجود داشته باشد، اما واقعیت ملموس و قابل درکی که هم مردم افغانستان و هم جهان شاهد از این قضیه است، این هست که در انتخابات تقلب صورت گرفت و این تقلب باعث شد که حکومت وحدت ملی به وجود بیاید. قبول حکومت وحدت ملی به معنای قبول بر تقلب است. شما اگر جامعه بین المللی را ازش پرسان بکنید، میگه تقلب بکنید که ناظرین اتحادیه اروپا چند پیش جامعه مدنی را اگر مد نظر بگیرید، میگه تقلب صورت گرفته. دو تیمی که برنده خود را انتخاب میکنه، از اینا هم پرسان بکنید، میگه تقلب صورت گرفته. کاندیدای گذشته که در دوله حوال از بین رفتن، در میگن تقلب صورت گرفته. پس وجود تقلب یک چیز عینی ملموس و قابل درک است. اینال به خاطر از اینکه ما بتوانیم یک انتخابات شفاف داشته باشیم، ناگزیر هستیم که راههایی را بسنجیم که او راهها باعث شود که دیگر تقلب در این صورت نگیره و بتوانیم ما یک انتخابات شفاف، آزاد و قابل قبول را برای بله همه اگر اراده وجود داشته باشه و توافق دیدگاه، فکر میکنم مشکلی نیست در راستا که به وجود بیاد؟ فکر نکنم که هیچ گونه مشکلی وجود داشته باشه. اگر اراده وجود داشته باشه،
منتها ای که در کوتاه مدت و یا در دراز مدت ما میتوانیم یک انتخابات شفاف و آزاد داشته باشیم، همان طوری که اینا گفتن مثلا در توزیع تذکره الکترونیکی اگر مشکلاتی وجود داشته باشد، اما امکانات دیگری وجود داره که تقلب و به حد اقل میبره. مثلا همی که در حوزه های رای دهی شما تعداد رای دهنده را قبلا در اونجا ثبت نام بکنین و یا ای که ناظرین را به صورت درست و اساسی در اونجا نظارت بکنن، این باعث از این میشه که تقلب کمتر شود. البته که در رابطه با وجود آوردن یک انتخابات آزاد، شفاف و قابل قبول، تذکره الکترونیکی یک امر مبرم، حیاتی و قابل درک است که باید این مسئله روی دست گرفته شود و در آینده ها و در